درود عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. سوالی که همیشه پرسیده میشه چطوری میتونم با آلمانی ها دوست بشم؟ خب آدم باید با فرهنگ اونها آشنا بشه و بدون اونها در مورد چه چیزایی دوست دارن صحبت کنن. حالا اگر باهاش قرار گذاشتم من چه کار کنم؟ اگه میخوام برم سر قرار چی بپوشم؟ چجوری رفتار کنم؟ اونجا چطوری برخورد کنم؟ موقع خداحافظی چه کار کنم؟ یا بعدش چه کار کنم؟ خب این سوالات رو ما سعی میکنیم به کمک یکی از دوستای من که شما از طریق ویدیوهای من میشناسیدش، یک خانم اتریشی آلمانی هست، جواب بگیریم. ازش دعوت میکنم که بیاد روی این صندلی بشینه و با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. Also, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du für uns Zeit nimmst. Gerne. Und ich habe doch erklärt, wie muss man eine Freundschaft mit den Deutschen anfangen. Das ist schwierig. Viele Leute denken, die Deutschen sind sehr kalt und etwas distanziert anfangs. Und vielleicht stimmt das auch. Wir tun uns manchmal etwas schwer, Freundschaften zu schließen. خب من برای کسایی که خیلی آلمانیشون هنوز خوب نیست این چیزها رو به فارسی هم توضیح میدم. میگه که شاید خیلی ها فکر میکنن ما آلمانی آدمای سردی هستیم و دوست داریم فاصله بگیریم، ولی اصلا اینطور نیست. شاید هم اینطور باشه ولی دلایل خودشو داره. Aber man sagt auch, dass wenn wir einmal Freunde sind mit jemandem, dann bleiben wir das auch wirklich für sehr sehr lange Zeit. و میگه که وقتی که ما با یک نفر دوست میشیم برای مدت طولانی دوست میمونیم. فقط این نیست که سریع دوست بشیم. صبر میکنیم ببینیم خب میخوایم دوست بشیم یا نمیخوایم دوست بشیم. Dann sagt bei uns, wir sind außen kalt, aber innen warm. Es dauert nur ein bisschen, bis man nach innen vordringen kann. خودمون تو خودمونم ما میگیم که ما از بیرون سردیم ولی از داخل گرمیم. یکم طول میکشه تا به قولن یخمون آب بشه. Das ist besonders dann wahr, wenn die Leute im Norden leben. Je weiter man im Norden ist, desto kühler werden die Leute, sagt man auch. Genau wie das Wetter. Im Süden sind die Leute etwas offener und freundlicher, zumindest am Anfang. Aber dafür, ja, sind sie vielleicht auch, ja, bleibt man vielleicht auch nicht so lange Freunde. Im Norden ist es so, man braucht lange, um die Leute wirklich kennenzulernen. Aber dann bleibt man, wie gesagt, sehr, sehr lange befreundet. خب ببینید حالا فکر نکنید حالا من سریع چک کنم ببینم حالا من شمال آلمانم واو من تو این مخمسه گیر کردم. یک جورایی مثل تو کشور خودمون بیام قیاس کنیم که مثلا بگیم شیرازی‌ها خونگرمن، خب تهرانی‌ها دیگه خونگرم نیستن، شمالی‌ها دیگه اصلا خونگرم نیستن. اصلا اینطور نیست. یه جورایی یک عبارتیه که حالا یه جورایی توی ذهن‌ها هم باقی مونده و کمی واقعا صدق میکنه. میگه که هرچی که به سمت شمال میری خب چون هوا سرد میشه به عنوان جوک اونجا یه کمی سردترن سختترن، ولی خب اونی که سخت موقع باهاش دوست میشی حسابی برات دوست میمونه. من از دوستایی که توی نروژ هستن مثلا شنیدم یا دانمارک هستن خیلی سخت با یه دانمارکی دوست شدن، ولی موقعی که دوست شدن دیگه ولشون نمیکنن، تو سختترین شرایط باهاشونن. جنوبی‌ها یکم کولترن باحالترن زودتر دوست میشن، ولی حالا این هم دلیل نمیشه که دیگه مثلا خب زودترم ولت کنن. ولی کلا فرهنگشون با ماها فرق میکنه. ماها توی یه مهمونی با یه نفر آشنا میشیم 5 دقیقه است باهاش حرف زدیم شماره تو بده اونم میده، ولی به یه آلمانی 5 دقیقه آشنا به شماره تو بده سریع میگه چیه حالت خوبه من چنین کار عمرن نمیکنم. Eine Sache, die euch vielleicht aufgefallen ist, ist, dass Begrüßungen anders sind, je nachdem wo ihr seid. Im Süden, in Bayern oder auch in Österreich ist es ganz normal, Küsschen links, Küsschen rechts zur Begrüßung. Im Norden immer die Hand zuerst. Sie brauchen etwas Abstand, um die Leute erstmal besser kennenzulernen. خب ببینید برای قدم اول مسئله فرهنگی رو که میخوایم روشن کنیم میگیم که خب توی شمال آلمان اینا دست میدن حد اکثر باهات میخوان آشنا بشن، ولی خب یکم به سمت جنوب که میری ایشون خودش از اتریش میاد میگه تو اتریش سری یه بوس راست یه بوس چپ، یا توی فرانسه تا یارو رو میشناسید دو تا بوس چپ و راست میکنن که اصلا تو فیلم ها خیلی ها کمدی میگیرنش حالمون رو با هم زدی بوسمون نکن. خب پس میگه که خب یه قدم اول ببینیم که توی حتی سلام علیک کردن میتونن متفاوت باشن فرهنگا. Wenn ihr natürlich jetzt trotzdem gerne Freunde finden möchtet, das verstehe ich gut. Dann sucht euch Leute, die irgendwas mit euch gemeinsam haben. Freunde, die vielleicht das gleiche Hobby haben, vielleicht in einem Fußballverein oder so. oder vielleicht im Studium oder im Kurs, wo auch immer ihr seid, versucht Leute zu finden, die ähnliche Interessen haben für euch, mit denen ihr irgendwie über ein bestimmtes Thema schon mal reden könnt. ببینید موضوعی که توی حالا ایشون نگفت من خودم نظر شخص خودم رو میخوام وسط ها هم عنوان کنم توی ما فرهنگ ما میان مثلا نگاه میکنیم ببینیم حالا شاید به خیلی هم بر بخوره شروع نشه لطفا به کامنت های منفی گذاشتن خیلی هم مثلا میان نگاه میکنم ببینن خب ماشینش چیه وضعش چجوره آیندهش رو میتونه تأمین کنه یا نه مثلا توی خواستگاری ها بابای دختر اول پرسی شغلتون چیه بازنشستگیتون وضعیتش چجوریه شغلتون ثابته یا نه این مسائل سریع عنوان میشد درسته پس ما یک کمکی زیادی مالی قضیه رو بررسی میکنیم موقعی که میخوام یک ارتباط رو شروع بکنیم ارتباط زن شوهر دوست دختر دوست پسری میگم شروع نکنین لطفا بهتون بر بخوره چیزی که به نظر منه و میتونید نظرتون رو مؤدبانه عنوان کنین پایین و توی اروپایی ها چیزی که هست این هست که موضوع اینه که موقعی که میخوان دو نفر با هم دیگه مچ بشن نگاه میکنن ببینن در مورد چی میتونن حرف بزنن ببینین سریع رفت سر این که در مورد چی میخواین حرف بزنین و ببینید تماهاتون یکی باشه یه نفر ممکنه توی سپورت فاین توی جایی که ورزش میکنه توی جایی که نمیدونم میرین پینگ پونگ بازی میکنین جایی که میرین غذا میخورین جایی که میرین زبانتون رو یاد میگیرین جایی که میرین نمیدونم در مورد دیزاین و کونست و آرشیتکتور و نمیدونم هنر و اقتصاد و این چیزا ببینید شما در مورد چی فکر میکنین دنبال کسی بگردید که هم فکر با شما باشه چون اینا دوست دارن حرف بزنن ارتباط برقرار بکنن پس باید یکی باشه که شبیه به هم فکر کنید و بدونید. Am Anfang ist es trotzdem vielleicht etwas schwierig, weil ihr die Leute vielleicht nicht so gut versteht oder weil sie vielleicht nicht so viel mit euch reden. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Eine Sache, die ich sagen würde, die wichtig ist, vor allem am Anfang, wenn ihr Leute vielleicht einladen wollt, um sie besser kennenzulernen oder zum Essen, ladet nie immer nur eine Person an, sondern mehrere. In der Gruppe fühlen wir uns meistens etwas sicherer. Es ist nicht so dieses zu intime. Zu zweit ist man so, ich muss die ganze Zeit mit dir reden. In der Gruppe ist man etwas entspannter. ببینید یک تیری که خیلی خوب گفت. ببینید آلمانی ها، اتریشی ها خیلی موقعی که میخوان دوست بشن با غذا خوردن. مثلا یک عبارت دارن یادم نمیاد الان. ولی مفهوم فارسیش این بود که تو غذا آدما با هم دوست میشن یک همچین مفهومی داره که میگه که برای غذا میخواین دعوت کنین یک نفر رو حالا از اون دختره یا از اون پسره خوشتون میان ولی نیاین تکی دعوتش کنین مخصوصا اگر زبان آلمانیتون همچین پرفکت نیست که همه چیزو بفهمید یا همه چیزو بتونید بگید بهش بیاید اون رو با یک دو نفر دیگه دعوت کنین که حس خوبی بهش بده حس بدی بهش نده که خب یهویی چه اتفاقی میخواد بیفته حالا من خیلی ریز قضیه نمیرم ولی حس بهتری داشته باشه و دوم اینکه بدونه که اگر میخواد 4 ساعت اونجا باشه نباید بشینه زبان ضعیف ما رو تحمل کنه میدونه 2 نفر دیگه اونجا هستن با اونام یه کم گپ میزنه اعصابش رو با اونها کم آروم میکنه بعد میاد سراغ من که حالا آلمانیم خیلی خوب نیست ممکنه خیلی دوستتون داشته باشه واقعا هم بیاد تنهایی هم بیاد ولی به عنوان یک تیپ میگه تو گروه دعوت کنید تکی کسی رو دعوت نکنید اگر میخواید باهاش آشنا بشین و بار اوله Wenn ihr jetzt also eine Gruppe gerne zum Essen einladen wollt, dann stellt sich die Frage wann, wo, wer. Das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn ihr euch vielleicht vom Studium her kennt, dann könntet oder so, dann könntet ihr euch zum Beispiel in der Mittagspause mal verabreden und gemeinsam was essen gehen. Das ist meist recht zwanglos und ihr könnt einfach fragen die Leute, wo möchtet ihr gerne hingehen und so das Gespräch anfangen. Wichtig dabei ist, jeder zahlt auf jeden Fall für sich selber. Wenn ihr jetzt aber Leute von woanders her kennt, vielleicht von der Arbeit, möchtet ihr sie vielleicht lieber in ein Restaurant einladen. Dann würde später besprochen werden, wer zahlt, ob eine Person zahlt oder ob jeder für sich zahlt. Hier ist es wichtig, wenn ihr in ein Restaurant geht, ist das ein recht formeller Rahmen, in dem ihr euch befindet. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr euch an die deutschen Tischregeln haltet. Das lernen wir meistens schon ja, von Kindesbeinen an. Aber zum Beispiel ich habe auch später noch Benimmkurse gemacht. Viele Leute machen das. Wenn ihr sowas nicht machen könnt, dann schaut euch einfach ein YouTube-Video dazu an. Es gibt vieles dazu. Okay, خیلی صحبت کرد. من چیزایی رو که خوب یادم مونده رو میگم. گفت که وقتی میخواین به غذا دعوت کنین یک گروه رو، همیشه سوال پیش میاد کجا، کی، با کی. خب اگر مثلا سر کلاستون هست، جایی که کار میکنید یا جایی که دانشگاه میرید یا کلاس زبانتون هست، به این فکر کنید که مثلا میخواید توی منزا غذا بخورید، یا اینکه مثلا توی یه گروه سوال کنید خب امروز ناهار بریم کجا با هم دیگه غذا بخوریم، و بذارید گروه تصمیم بگیره و با هم دیگه نشون بدید که مثلا شما اهل گروهی بودن هم هستید. حالا من یه چیزایی رو خودم اضافه میکنم. نشون بدید که گروهی، اهل گروه هستید، خودمختار نیستید، و برید اونجا با هم دیگه غذاتون رو بخورید و حواستون باشه این فرهنگ خارجی ها رو خوب میشناسه ایشون، و گفت که حواستون باشه حالا کی میخواد پول غذا رو بده. اوکی، ترجیحاً بذارین هر کسی پول غذای خودش رو بده. اینکه ماها عادت داریم بگیم نه 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 بذار من حساب میکنم، این یک چیز متفاوته و میتونه اثر منفی داشته باشه. میتونه، نه همیشه. حالا خیلی ها ممکن تجربه این داشته باشن که دوستش میگه واو تو چقدر واقعا قصد و گیش پولی، چقدر دست و دلبازی، ولی به نظر من میتونه اثر منفی داشته باشه. همیشه سعی کنید توی خارج از کشور که هستید اونجوری باشید که اونا هستن. قرار نیست اونها مثل شما بشن. رابطتون رو شروع میکنید، زنتون میشه، دوست دخترتون میشه، دوست پسرتون میشه. بعد شما میتونید متفاوت بگید مثلا ببین تو فرهنگ من این شکله، ببین خوشت میاد یا نه. ولی اینکه همون اول کار حکم بکنید که این کار بشه، میتونه اثر منفی بگذاره. حالا پول پرداخت کردن غذا یک مثال. دومین حالت میگه که خب با همکاراتون اگر میخواین برین غذا بخورین، میتونید صحبت کنید که اول کار مثلا بگه من همه پول غذا رو میدم، بعد مثلا تک تک به من پس بدین، یا مثلا شما با وجود که غذا 2 یورو گرون‌تر بود ولی ما تقسیم به 10ش میکنیم، همون نفر 10 یورو رو بدین چون پول من میخواد برگرد. حالا تو 1 یورو بیشتر اون 50 سنت کمتر خیلی مهم نیست. این اتفاق میفته مثلا تو کسایی که حالا درآمد دارن، سر کار هستن. و چیز خیلی مهمی که گفت به نظرم این هست که چطوری سر میز برخورد بکنید. ببینید این به این معنا نیست که ماها متفاوتی، ماها اشتباهی، ماها کارمون خوب نیست. متفاوت هست به خاطر اینکه تو اروپا غذا خوردنشون جور دیگه هست. قاشق چنگال مثلا ما عادت داریم غذا بخوریم، اینا با چنگال و کارت مثلا غذا میخورن. با دست راست ببری یا با دست چپ ببری، چجوری لیوان رو از روی میز برداری. موقع غذا تموم شد اون قاشق چنگال تو سمت راست بذاری یا سمت چپ بذاری. اگر وسط میذاری به چه معنا هست. دستمال رو بندازی روی پات یا بندازی توی یقه. توی انگلیس، توی آمریکا، توی آلمان فرق میکنه. برای این چیزا اگر دوست داشته باشین ما میتونیم ویدیوشو براتون بسازیم. بسته به کامنتارتونه، بنویسین برام که ببینیم. 10-15 نفر اگر بنویسن همچین چیزی دوست دارن، با کمال میل میسازیم. و میگه که من خودم توی مدرسه که بهم یاد دادن هیچی، بعداً من کلاس رفتم بهش میگن بنیمکوازه. حالا میتونید توی اینترنت خودتون گوگل کنین بنیمکوازه، که چطوری رفتار کنی در جامعه که به بهترین نحو باشه، های کلاس باشه، به قولن اتیکت داشته باشه. Eine Sache, die ich euch sicher empfehlen würde, ist, lasst den Leuten ein bisschen vorher Zeit. Wenn ihr so etwas plant, macht das nicht für den nächsten Tag. Die meisten Leute haben gerne mindestens 1 Woche, um sich so etwas einzuplanen. Dann können sie sich darauf einstellen. Haben sie genug Zeit? Braucht vielleicht jemand einen Babysitter oder einen Dogsitter oder irgendetwas? Deswegen sagt, wir sind nicht so spontan wie manche anderen Leute. Erwartet nicht von uns, dass ihr sagt, oh, lass uns heute Abend essen gehen. Und wir alle, ja, super. Die meisten Leute fühlen sich dann etwas eingeschränkt, weil sie vielleicht schon was anderes vorhatten. Das nächste, ganz wichtige ist, wir sind pünktlich. Wenn ihr sagt, es geht um 8 Uhr los, seid schon um 10 vor 8 da. دو تا نکته خیلی 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 مهم گفت. نکته اول، ببینید اینها مثل ما نیستن. من توی ایران به دوستان زنگ می‌زدم، کوروش 2 ساعت دیگه بیان مثلا جلو رستوران شبچرا مثلا همدیگه رو ببینیم. دمت گرم اومدم. اینجوری مثل ما نیستن. یه SMS نمیدن بریم باغ، باشه همه بریم ردیف بشن برن. اینا با ما فرق میکنن، اینجوری بزرگ شدن. میگه که به طرف وقت بدیم، بهش نگیم فردا بریم با هم دیگه غذا بخوریم. آلمانیا عادتشون هستن کیف میکنن با این پرستیژشون که بهش بگیم مثلا هفته آینده 12 مثلا دسامبر بریم با هم دیگه ناهار بخوریم. اون رو تقویمش نگاه میکنه ببینه آره وقت داره یا نه، یا مثلا باید بچه‌ش رو جایی بسپاره یا سگش رو جایی بسپاره یا نمیتونم قرار داره با مامانش بره ناهار بخوره. هزار تا چیز ممکنه باشه. به خاطر همین امروز برای فردا قرار نذارید، همیشه حداقل برای یه هفته بعد قرار بذارید. و نکته دوم که حالا حتما همتون یاد گرفتین توی آلمان و اروپا، سر وقت باشین. اگر 8 قرار دارین 10 دقیقه به 8 اونجا باشین، نه اینکه 8 دقیقه اونجا باشین، اینم خیلی خشکه. ولی اینکه 10 دقیقه زودتر میاین این است که من با آرامش اومدم، با کمال میل 10 دقیقه برات صبر میکنم و میای تو. و مثلا حتی به عنوان یه تیپ بهتون میگم، با خارجی ها که قرار میذارین، من همیشه خودم مثلا 10 دقیقه یه رو زودتر میرم که اصلا اونا ببینن که من زودتر اومدم. سری میان میگن ای خیلی معطلی، خیلی وقت اینجا وایسادی. نه منم 2-3 دقیقه اومدم، سرمو با این کتاب گرم کردم. میدونین سری پوزشو میدم که آها من با کتاب سرمو گرم کردم. خب موضوع رو من تعیین میکنم، یا مثلا سرم رو با این تما سرگرم کردم، نه اینکه تو اینستاگرام داشتم لایک میکردم. این خیلی مود پایینه. به این که مثلا داشتم کتاب رو میخونم که شما تعیین کنید که از این به بعد تا ربع ساعت موضوع کتابی هست که من دارم میخونم، که بهش نشون بدید شما کی هستید. این یه تیپ بود که این نفهمید. Okay, wenn ihr euch jetzt schon ein bisschen besser kennt, ihr wart vielleicht schon mal gemeinsam auch essen, habt euch so manchmal gesehen, habt was gemeinsam gemacht, dann ist es auch okay, die Leute zu sich nach Hause einzuladen. Das würde ich nicht gleich am Anfang machen. Das ist einfach zu intim. Aber wenn ihr euch schon ein bisschen kennt, ladet die Leute gerne auch zu euch nach Hause ein. Am besten am Anfang wieder in der Gruppe. Die Leute wollen auch eure Kultur sehr gerne kennenlernen. Aber die meisten werden wahrscheinlich ähnlich wie ihr Angst haben, Fehler zu machen. Habt keine Angst, also Sachen zu erklären. Zum Beispiel, soll ich die Schuhe ausziehen? Wenn ihr den Leuten das sagt, dann wissen sie, was sie zu tun haben und haben nicht mehr so viel Angst, etwas falsch zu machen. Erklärt Sachen. Und ihr könnt auch ein gutes Beispiel sein. Je mehr ihr die anderen fragt und nachfragt über Kultur, über Sprache, desto weniger haben wir Angst, auch zu fragen. Die meisten Deutschen haben immer Angst, andere zu beleidigen oder etwas zu tun, was euch ja als böse rüberkommen könnte. Was wollen wir nicht? Deswegen gehen wir vielleicht auf Abstand. Kommt uns entgegen, erklärt uns Sachen und fragt uns Sachen. Wir wollen euch verstehen und wir wollen mit euch befreundet sein, so ist es nicht. Also, یه نکته خیلی مهمی که گفت و ما واقعا از یه پرسپکتیوی نگاه میکنیم که غلطه، بعضا غلطه، اینه که خیلی وقتا خود آلمانی ها شاید دعوت شما رو قبول نکنن به خونتون، به خاطر اینکه اونها میترسن اشتباه برخورد کنن. اونها نمیدونن تو خونه شما باید کفششون رو درارن یا نه، مطمئن نیستن. نمیدونن که خب میان تو خونتون باید گل بیارن یا یک شیرینی بیارن. موقعی که میخوان بیان تو خونتون نمیدونم اجازه دارن بیانشون سر سفره بگیرن یا نه، چیزی که مثلا ما تو فرهنگمون اصلا نداریم، برای اینا خیلی عادیه. موقعی میان تو خونتون اجازه دارن سگشون رو با خودشون بیارن. موقعی که میان تو خونتون اجازه دارن همون اول کار مثلا بگن من گرسنمه، دوست دارم همین الان غذامو بخورم. نمیدونن آیا گلیوان آب اول ورودشون میان اجازه دارن بگن گلیوان آب لطفاً به من بده، یا مثلا دستشوییتون من میخوام استفاده کنم. یا اینکه مثلا فرهنگ آلمانی اینه که تا یه نفر سریم اول کار میاد تو خونشون غیر از اتاق خواب و سرویس بهداشتی همه خونه رو نشونش میدن، آشپزخونه رو نشونش میدن، ما چی کار کردیم، نمیدونم اتاق کار من این شکلیه، پذیراییمون اینه، اینو از مام بزرگم ارث بردم، این زیر تلویزیونی رو مثلا من توی شپرمول گفوندم. همه اینا رو میگن، اوکی، ولی نمیدونن تو فرهنگ ما هست یا نیست. به خاطر همین اونا میترسن که اشتباه برخورد کنن. ولی وقتی که شما یک نفر رو توی یه گروه دعوت میکنین، ترس این که اون شخص اشتباه بکنه رو ازش میگیرید. به خاطر همین با لذت بیشتری، با یک اعتماد به نفس بیشتری به دعوت شما جواب مثبت میده. Das gilt überhaupt. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Gerade beim Sprechen. Sagt ihr den falschen Artikel, wir verstehen euch trotzdem. Wenn ihr aber wollt, dass wir euch verbessern, dann müsst ihr uns das sagen. Weil von uns aus würden wir wahrscheinlich, wenn ihr etwas Falsches sagt, euch das nicht sagen. Wenn ihr das aber wollt, um besser zu werden, dann sagt uns das und dann verbessern wir euch. هم ارتباط با تیمای قبلی داره و هم تیمای جدید هست که میگه که اگر یکی رو دعوت میکنین خونتون، نشینین مسکوت اونجا و خجالت بکشین و ترس داشته باشین از اینکه من غلط حرف میزنم نفهمید، ازت میپرسه چی گفتی، نفهمیدم چی گفتی، یا اینکه یک آرتیکل من غلط نگم وای آبرون بره، اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست که شما غلط حرف بزنید و میگه که سعی کنید با افراد حرف بزنید و اگر دوست دارید مثلا اون تصحیحتون کنه میتونید بهش بگید مثلا اگر من یه چیز رو غلط گفتم لطفاً بهم بگو، چون میگه ما میترسیم اگر بهت بگم غلطه تو ممکن بهت بر بخوره، ممکنه اعتماد به نفست بیاد پایین، ممکنه دیگه ناراحت بشی و هیچ وقت آلمانی حرف نزنی. میگیم ما خودمون هم نمیدونیم، نمیتونیم بگیم که خب ایرانی ها هم بهشون بر میخوره، افغانستانی ها خیلی دوست دارن مثلا غلطشون بگیم، همچین چیز خب هیچ وقت امکان وجود نداره. تک تک افراد برای خودشون شخصیت خودشون رو دارن و نمیشه به کشور، به شهر، به ملیت، به نمیدونم جنسیت ارتباط داد. به خاطر همین مطمئن باشین مثل اثر انگشتتون، چون شما خاص هستید باید خاص بودنتون رو به طرف نشون بدید. من چی دوست دارم، همونجور که شما باید بدونید اون چی دوست داره. Okay, angenommen, ihr habt Freunde gefunden, ihr habt sie auch schon zu euch nach Hause vielleicht eingeladen, dann könnte es euch natürlich passieren, dass auch ihr nach Hause eingeladen werdet. Was solltet ihr also dabei beachten? خب حالا فرض میکنیم که شما این اتفاق براتون افتاده، با یه نفر دوست شدین، یا دوست دختر آلمانی، یا دوست پسر آلمانی، یا دوست آلمانی دارین، یا یک نفری که بهش علاقه دارید. حالا ممکنه پسر باشید، به یک دوست پسر، نه به عنوان جنسیتی بلکه رفیقتون میخواید بشه. حالا شما اون میخواد شما رو دعوت کنه. حالا ببینیم این اینجا چی میگه. Wenn ihr also eingeladen werdet, ist das Wichtigste, dass ihr erstmal sagt, ob ihr kommt oder nicht und euch auch dran haltet. Wenn ihr sagt, ihr kommt, dann heißt das wirklich, ihr kommt. Bitte sagt nicht 5 Minuten vorher wieder ab. ببینید، چون تجربهشو داره میگه، چون با خارجی ها، من ایشون از یه جایی میشناسم که میدونم خارجی ها خیلی ارتباط داشت، میگه که اگر میگید میایید بیایید و اگر میدونید 5%, 10% امکان داره که نمیتونید بیایید، خب بگید شاید نتونم بیام یا نمیام. به خاطر اینکه اینها عادت دارن، مثلا میگه من برای این یه پیتزا گرفتم، پیتزای 2 یورو بیشتر شاید نباشه، ولی میگه که من براش پیتزا گرفتم، رفتم خریدم، درست کردم، حالا یهو 10 دقیقه قبلش میگه من نمیتونم بیام، یهو دلم درد میکنه، یا چه میدونم فلان جور شده. همین خالی بندیای ایرانیایی که خودمون اینا به روتون نمیارن، میگن آه توت میلایت حیف شد، خیلی دوست داشتم بیای. این میفهمه که خالی داری میبندی، نمیشه که یهو 5 دقیقه پیش یهو دلت درد بگیره، که یهو سرت درد بگیره. که به هر حال خلاصه کسی رو خلوچل فرض نکنید، اگر به روتون نمیارن دلیلی نیست که نفهمیدن. و من همیشه میگم اینا دنیا رو تو دستشون گرفتن، میخواین ما خالی بندی ساده ما نفهمن. خلاصه این که اگر میگین میاین بیاین، اگر میگین نمیتونید بیاید بگین نمیام. Dann seid bitte pünktlich wieder. و مسلما سر وقت باشید. Wenn ihr zum ersten Mal irgendwo hingeht, ist es immer höflich, ein kleines Geschenk mitzubringen. Cool. Nichts Großes, sonst fühlen wir uns schlecht. Vielleicht ein bisschen Schokolade oder etwas in die Richtung. ببینید، مثلا گفتیم تو فرهنگ‌ها متفاوته. میگه اگر یه جایی میرید یه چیز کوچولو با خودتون ببرید. لطفاً چیز بزرگی هم نبرید. شما میتونید یک هدیه کوچولو. آلمانی ها عشق شکلاتن، میتونید براشون یک بسته شکلاده، نگین وای 50 سنت بیشتر نیست خجالت میکشم، نه واقعا یه چیز 50 سنتی. من یه بسته شکلات از این 50 سنتی ها دارم، هر جا میرم یکیش با خودم میبرم بهشون میدم. همین بسته، فقط به عنوان یک احترام که من یک چیزی با خودم آوردم کافیه. Wenn ihr zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wird, dann solltet ihr natürlich ein Geburtstagsgeschenk mitbringen. حالا اگر به یک تولد دعوت میشین دیگه شکلات 50 سنتی نه، ولی مثلا من از خودم بگم تولد من گرفتم، همین دوستای آلمانی، ایرانی، افغانستانی رو دعوت کردم، آذربایجانی هم بودن چند نفر، اونجا با هم دیگه مثلا دعوت کردم. اکثر آلمانی ها یک کارت برای من نوشته بودن تولد مبارک، خیلی خوشحالم. بعضی‌هاش مثلا وقت گذاشته بودن، رفته بودن تو گوگل ترنسلیتور زده بودن هپی برثدی یا به فارسی، بعد مثلا با خط اینجوری میخی نوشته بودن به فارسی، وقت گذاشته بودن، با عشق این کار کرده بودن. یه 5 یورویی هم گذاشته بودن روش، گذاشتن تو پاکت نامه به من دادن. قرار نیست مثل ماها آیفون 10 تحویل بدن به کسی. اینا یه چیز کوچولو فقط به عنوان یک تولدت مبارک. Andere Personen solltet ihr nur dann mitbringen, wenn gesagt wurde, dass das okay ist. و اگر میخواین کسی رو با خودتون ببرید قبلش نگاه کنید، توی دعوت‌هاشون اینا مینویسن همیشه یا می نویسن یا نمی نویسن. اگر می نویسن یعنی واقعا همینطوره، اگر نمی نویسن یعنی واقعا همینطوره. این کارو نکنید. اگر نوشتن کسی رو اگر میخواین با خودتون بیارید، ایراد نداره، پس ببرید. اگر ننوشته یعنی نبرید و ترجیحاً هم زنگ نزنید، بپرسید من میتونم دختر خاله‌مم با خودم بیارم؟ خب مسلماً میگه آره، ولی شاید خونش گنجایش رو نداره و با رغبت نگه آره، براتون نقطه منفی محسوب میشه. Wenn es irgendetwas gibt, was ihr nicht dürft, zum Beispiel zum Essen, was weiß ich, ihr könnt keine Laktose haben, dann sagt das vorher dem Gastgeber, dass er sich darauf einrichten kann. خب مثلا فرض میکنیم که شما نمیتونید لاکتوز توی شیر باشه تحمل کنید، یا اینکه شما وگتاریان هستید، یا اینکه مثلا گوشت خوک نمیخورید، یا اینکه مثلا مشروبات دوست ندارید رو میز باشه، یا هر چیز دیگه ای اگر هست بهشون بگین. من توی مهمونیایی بوده همه آلمانی بودن داشتن گلوواین میخوردن، دختر ترک اومد اونجا همه باهاش با احترام برخورد کردن، هیچکس نه خندگی کرد نه هیچی، نه هیچ ایرادی. گفت من چای میخورم فقط، چون می‌خواستیم ما گلوواین بخوریم گفت چای میخورم فقط، آب گرم میخورم فقط. این یک احترام بود، خودتون میشناسید اینا اهلش نیستن که بخوام بی احترامی کنن مثل خود ما. و خلاصه میگم که اگر چیزی رو نمیخواید یا اگر چیزی رو میخواید بگید بهش. Ansonsten habt dort dann einfach Spaß, wenn ihr was nicht wisst, fragt nach. Und wenn ihr das Gefühl habt, alle anderen gehen, dann bleibt nicht zu lange. من میگم خب چون ایرانی‌ها و اینا رو میشناسه این چیزا رو میگه که اینا فقط برای تفریحه. اگر هر چیزی هست اونجا برخورد کنید، بگید، حرفتون رو بزنید. و اگر دیدید همه دارن میرن اصرار نکنید که بمونید، شما هم کم کمک جمع کنید و برید. همیشه سعی کنید آخرین مهمون نباشید، اگر اینکه واقعا میخواین واسین کمک کنید. Ja, ich glaube, das war es eigentlich für die Besuche bei anderen Menschen. آره خلاصه این که میگه که الا این به نظر من تمامه. خب خیلی چیزا رو من میتونم تو فرهنگ خودمون قیاس کنم بگم. اگر ویدیو خوب دیده شد علاقه داشتین میتونم قسمت دومشو بسازم. میگم بسته به کامنتاتونه، به لایکاتونه، لطفا کسی ناراحت نشه، قصد بی احترامی به هیچ کس، شخص، شهر، جنسیت، هیچ چیزی رو نداشتیم، فقط یک اطلاع رسانی بود، یک تجربه گفتن بود. و چون دوستتون داریم میخوایم براتون کارهایی انجام بدیم. با افتخار و میل این کار رو انجام دادیم. لایک و کامنت پس یادتون نره و خداحافظ.